برای بررسی جزئیات بیشتر همراه هستیم با توماج تاهباز، همکارم در تایلند. توماج، این گروه واگنر برامون بیشتر توضیح بده که چه هست، نقشش چیه و چرا حساسیت اینقدر وجود داره نسبت بهش؟ در واقع باید بگم که گروه مزدگیر واگنر، گروه روسی، اساساً نه تنها در جنگ طبیعتاً اوکراین که در نبردهای دیگه در منطقه هم همیشه مورد توجه بوده، اما آنچه که الان وارد شده اتهام‌ها، محمدینی اتهام‌های ارسال تسلیحات از کره شمالی، جایی که من هستم، منطقه‌ای که من هستم، به واگنر اهمیت دوچندان پیدا می‌کنه. می‌دونیم که کره شمالی اساساً بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حق ارسال تسلیحات و جنگ‌افزار و کمک‌های نظامی به گروه‌ها کشورهای دیگر رو نداره و همین موضوع هم باعث شده، یعنی در واقع اتهام‌های ایالات متحده که در گزارش قبلی هم شنیدیم، باعث شده که بلافاصله هم گروه واگنر و هم خود کره شمالی به موضوع واکنش نشون بدن. اولا که رئیس و بنیانگذار واگنر آقای یوگنی پریگوژین گفته این حرف‌ها، این اتهام‌ها توته و گزافه‌گوییه و همه می‌دونن که کره شمالی مدت‌ها صادرات سلاح به روسیه نداشته، حتی تلاشی هم در این زمینه نکرده. کره شمالی هم در طول ساعت‌های گذشته دو تا واکنش مجزا نشون داده که البته یک واکنش مفصل مربوط میشه به یک گزارش توکیو شینبون در خود ژاپن که باز هم در مورد ارسال تسلیحات به در واقع ارسال خمپاره و مهمات از طریق راه آهن بین راسون و خسان روسی است. به طور کلی کره شمالی گفته هرگز ارسال تسلیحات به روسیه وجود نداشته و موضع ما تغییر نکرده. وزارت خارجه کره شمالی در ضمن آمریکا رو متهم به نابودی و خونریزی در اوکراین با از طریق ارسال تسلیحات و جنگ افزار کرده، منتها بدون اینکه اشاره مستقیمی به خود گروه واگنر، یعنی همین گروه مزدگیر و جنجالی روسیه بکنه. وزارت خارجه کره شمالی یک بیانیه مفصل دیگه منتشر کرده در مورد همون گزارش توکیو شینبون. توکیو شینبون میگه که کره شمالی از طریق راه آهن بین راسون و خسان به روسیه مهمات و چیزهای دیگه میفرسته. کره شمالی میگه اینها گزارش های جعلی رسانه های ژاپنی، ابلهانه و فرافکنیه. این واکنش در واقع یک واکنش تندتر و مستقیما به خود ژاپن بوده. این رو هم باید بگم. این اولین بار نیست که کره شمالی متهم میشه به ارسال تسلیحات، مهمات، راکت یا حتی خمپاره به روسیه. ماه پیش هم به یاد داریم که دقیقاً همین اتهام ها به کره شمالی زده شد به طور مشخص در مورد ارسال خمپاره و راکت به روسیه. حالا گفته میشه کره شمالی حتی از اینها هم فراتر رفته، در واقع یونیفرم هم حتی به روسیه میفرسته، در واقع عمدتاً از طریق همون مرز راه آهن، در واقع که میدونیم حمل و نقل ریلی هم از دوم نوامبر بین دو کشور روسیه و کره شمالی از سر گرفته شده.